ببخشید. من اصلا از این گفتگو بالاترم است، اما به گوش خر از این حرف بالاتر نمی گنجد. نشانه شهاب تار من اسرار در من نمی گنجد. بدرود زندگی، بدرود ای امید، بدرود ای فسانه دنیای پرفسون، بدرود ای عزیزترینم که من در انتهای بودن خیشم، در اوج یک مبارزه با خیش، ای هرز پوی پیر احساس من بمیر. اینجا آمدین سر آرامگاه یغما؟ خب میدونستی که خب چرا آمدین؟ آها، این بنایی که ساخته شده قشنگ بود و اصلا اسم یغمای نیشابوری رو شنیدی تا حالا؟ البته من نمیشه گفت در مقابل فردوسی شاعر، ولی خب همینی که هست. حالا که وسیله فراهم و دوستان هستن، اگر اجازه بدن یکی از غزلهای خودم رو بخونم. میخوام یعنی آتش و افکار شاعر رو بگم که او به چیزی اعتنا نداره. تنم در وسعت دنیای پهناور نمی گنجد، روان سرکشم در قالب پیکر نمی گنجد. در این مستند به روایت زندگی مردی پرداخته شده که در عالم بی سوادی در دنیای ادبیات پارسی شور و هیجانی برپا کرد که اکنون پس از نزدیک به 4 دهه از مرگش، نسل‌های پس از او بیش از هر زمان دیگری در تکاپوی شناخته وی هستند. بدون تردید بی‌سوادی و در عین زمان سرودن اشعار دلنشین و نغز و تلاش او برای عبور از تاریکی به سمت روشنایی، روایت زندگی این مرد را جذاب‌تر ساخته است. اکنون که 36 سال قبل از امروز زندگی پر از رنج و مشقتش پایان یافته، کسی در مورد او تحقیق می کند، دیگری در وصف او می نویسد و یکی مانند من از قاره دیگر برای دیدار و گفتگو با خانوادهش به سمت مشهد، نیشابور و سپس روستای صومعه سفر می کند. یغما رو شناختن به نظر من یک زمانی، یک روزی خواهد رسید که ما یغما شناسی داشته باشیم. اینقدر انسان بزرگوار و بزرگی بود، مو به تن آدم سیخ میشه وقتی شعر یغما رو. و این که شما بتونی هنر رو جوری به کسی منتقل کنی که برای یه ثانیه منقلب بشه، برای یه لحظه بگیرتش، برای یه لحظه فکرش به جایی بره که تا الان نرفته. شاعری از جنس نیشابورم هم شهر عشق چون شور من است، هفت شهر عشق زیباست، اما عشق من تنها نیشابور من است. خفته سیمرغ به خاک این شهر، شهر من زاده عطار شده، در عجب از گیتیم چون خیام، شهر من از عشق بیدار شده. کاگل کوچه شهرم پرنم، رنگ عرفان به فضا پیچیده، خشتمالی در میان خاک ها بر مزارش عشق ها را دیده. اینجا آرامگاه حیدر یغمای نیشابوری است، شاعر خشتمال نیشابوری که در سال 1366 در شهر نیشابور درگذشته. شاعری که چنانچه در سنگ قبر او نوشته هست، در اوج در واقع فقر و تنگدستی جان به جان آفرین تسلیم میکند. در زمستان سال 1302 کودکی در خانواده فقیر و تهی دست به دنیا آمد.
کسی که روایت اصلی این مستند است و در آن زمان بزرگان خانواده نام حیدر را برایش انتخاب کردند. خانواده او گروهی از بادیه نشینان حاشیه کویر مرکزی ایران بودند که بر روایتی جهت فرار از خشکسالی های آن زمان و بر روایت دیگر به قصد زیارت آرامگاه امام هشتم شیعیان به شهر مشهد در شرق ایران سفر کردند. اما در برگشت از مشهد در منطقه خوش آب و هوا و در کنار دامنه های بینالود در نیشابور و در روستای نسبتاً خوش آب و هوای صومعه زندگی جدیدی را آغاز کردند. در آن زمان روستانشینان ایران به دو دسته ارباب و رعیت تقسیم می شدند. نظم ارباب سالاری از زمان کوچ ایل یغما الی درگذشت حیدر یغما نقش غیر قابل انکاری در زندگی این خانواده داشته است. پدر حیدر دهقانی بوده که روی زمین‌های اربابی کار می‌کرده و مادرش نانوایی می‌کرد. مانند بسیاری از خانواده‌های فقیر آن زمان، چهار کودک خانواده یغما بر اثر بیماری‌های واگیردار جان باختند. او که زنده می‌ماند از 7 سالگی به گوسفندچرانی و در مواردی جهت کمک به پدر مشغول فعالیت هایی می شود که در جهان امروز ما مصداق واضح نقض حقوق کودکان به شمار می آید. ما اکنون با آقای ابوالفضل یغما پسر یغمای نیشابوری هماهنگ کردیم تا از نزدیک ایشان رو ببینیم و در مورد مرحوم یغمای نیشابوری صحبت بکنیم. ما به همین خاطر به سمت روستای صومعه زادگاه یغمای نیشابوری فلان در حرکت است. خور منو بخورن یه سمیدی به طریعت برسیم. تجربه ای داشتن که در مشهد و نیشابور و خراسان اوضاع بهتره، کوچ میکنن به سمت خراسان و یه توی خراسان پراکنده میشن. یعنی مثلا ما تو مشهد هم یغمایی داریم، یغما داریم، تهران هم داریم، پراکنده میشن. عده ایشون میان اینجا در روستای صومعه ساکن میشن و پدر من اون موقع که نبوده، پدر بزرگش و جدش و اینا میان اینجا ساکن میشن و یه ازدواج میکنن. دو تا فرزندان اینا، یعنی مادر بزرگ من و پدر بزرگم، که حاصلشون میشه حیدر یغما. در همین روستا زندگی میکردن و به دنیا میاد و اسمش هم میذارن حیدر به یاد نیایی که داشته، گویا نیاش حیدر بیج بوده. اینقدر میدونیم که یه زمانی اینجا در روستای صومعه میخواسته بره مکتب. اون موقع مکتب بوده، بسه که نبوده. ظاهرا هزینه مکتب ماهی 10 شاهی بوده. اون روزها ملا یده به پدرم میگفت ماهی 10 شاهی بده تا بچه تا سواددار کنیم. پدر من همون 10 شاهی رو نداشت که بده. اگر اون روزا توی صومعه مدرسه ای می بود، خدا می دونه حال من چی بودم. با سواد شدن فهمیدن ظاهرن خیلی فوار بوده در یغما، خیلی وافر بوده، چون مادر بزرگ من میگفت که حیدر از 5 سالگی پشت کبریتار میخوند. نه مدرسه رفتن نه مکتب، هیچ جا نرفتن. خدا قسم الله رو زرنگ باقا
بخورن. قدم اول پنج ساله بیدیم باید که بریزن بخورن. و همین توان بالای روانی بچه رو بیقرار میکرده، بسیار ناآرام. حالا مکتب و مدرسه که کلن نرفته، ولی تحقیقاتی که ما کردیم نشون میده که ایشون در حدود مثلا 10-12 سالگی میره به روستاهای اطراف به خاطر فقر مالی خانواده خارج میشه از کفالت اینا. آها. و اون موقع خب حالا شما کمتر بیاد میارید، من بیشتر. خیلی فرزند این خانواده و اون خانواده نداشت، همه بچه های هم بودن، خیلی آره. فرق نمی کرد. ارتباط های روستایی ها هم خیلی قوی تر از ماهای دیگه. این میرفته مثلا تو روستاهای اطراف تو خونه اونا زندگی میکرده، براش کار میکرده، خرجش میدادن. زمینه که یه ما از نظر احساساتی و عواطف هم خیلی قوی بوده، عاشق پیشه‌ای بوده از همون جوانی. مثلا عاشق یه دختر که میشده همیشه رو ول میکرده میرفته سراغ دختره دیگه. به احتمال قوی عشقی هم داشته در یک روستایی که ما رفتیم و یه مقداری جستجو کردیم، سابقه یک عشق قدیمی او رو پیدا کردیم که او یه زمانی در زمان حیاتش اشاره کرده بود که آره من عاشق دختری اینطوری بودم، بعد دیگه موفق نشدم به وصال او برسم، بعد دیگه اومدم شهر رو ازدواج کردم و سالها بعد پیر شده بودم رفتم دوباره اون روستا سراغ اون دختر، رفتم و پیداش کردم، دیدمش، نشستیم، برام چای درست کرد، با هم خوردیم، بعد یاد اون گذشته عشقمون کردیم و گریه کردیم. یعنی چنان عاشق پیشه قدیمی بود. خب به هر حال ولی از درس و مدرسه کاملا دور بود، اما خیلی قوی، خیلی جستجوگر در آموختن. اینی که من به شما میگم نشانه هایی وجود داشته که ایشون مثلا مادر بزرگ من میگفت از سربازی برای ما خط بنویش، در حالی که ما میدیم یه اما سواد نداشته. تمام افرادی که من در این روستاها با اینا مصاحبه کردم همه میگفتن یه اما دفتر داشته، یه اما مداد داشته، مینوشته. هرچی من به اینا میگفتم سواد نداشت که، میگفتن ما تعجب میکیدیم، ملا نبیه سواد نداشت ولی مینویش. واقعا یه چیزی، ببین ابهام برای من هیچ ادعایی ندارم که ایشون نمیدونم به قول حالا محلی ها خواب نما شده یا نمیدونم استعداد یک الهامات خدایی داشتن، داستان رو من نمیدونم، اما آنچه را که میشنوم از دیگران چنین تداعی میکنن، چنین بیان میکنن که این یه استعداد خارق العاده ای در آموختن داشته. اما تا از من سوال میکنم که آقای یغما چجوری شعر میگی؟ چی باعث میشه؟ من به اختزای حال افراد یک جوابای میدم، ولی این جوابا درست نیست، برای که من خودم نمیدونم این شعر از کجا میاد و چی باعث میشه. اما قد من میدونم که به اختیار دستم بوده به قلم و شروع میکنم به نوشتن شعر، بعد تشخیص خوب بچه دیگران حتی میدن. کافی بوده یه چیز رو یه بار بشنوه، حفظ میکرده، مهم نبوده که مکتوب بوده یا شفاهی. اما خودش میگفت مثلا در کودکی ما اطراف کرسی میشستن امیرالسلام میخوندن اونایی که سواددار بودن، یا شاهنامه میخوندن. این میشنیده و حفظ میکرده اینا رو، چون یکی از کسانی که یادش میومد خیلی سن بالایی داشت، 97-8 سالش بود، ما باهاش صحبت کردیم گفتیم چجوری یغما میخون؟ اون که سواد نداشت میگه ما ازش بپرسیم چجوری میخونی؟ میگه ما اینا روون درم، روون درم یعنی حفظ، حفظ یعنی خیلی حافظه قوی. در دیگه از این دختر که ناامید میشه برمیگرده به داخل دوستای سونه او، بعد با پدر مادر یا بی پدر مادر میرم به داخل شهر. اما یغما، حیدر یغما اصلا از بچه که اهل کار بود، همین هم همه شد بگفتن مرد کاری بود، مرد کاری خیلی کار میکرد، بنابراین
تو هر خانواده ای وارد می شده به دلیل اینکه به قول خودشون دست و دل پاک بوده و آدم کاری بوده، زود می پذیرفتنش تو خانواده. تو یکی از خانواده های اربابی نیشابور مشغول میشه. شه برمونه مثلا کارگر سرخونه، سرایدار، اون موقع می گفتن نوکر. وقتی اینا میان بشن در خانه اربابی ساکن میشن، یعنی ما بهش میگیم سرتبیله، یعنی استبل یک خانواده اربابی ساکن میشن. و حیدر همینطوری بی آرامی و بی قراری و اینجا هر کجایی رو داشته، هی میرفته هی میومده هی میرفته، بند نمیشده تو خانواده. مادرش میگفت که وقتی پدرش مرد من رفتم اینو با زحمت و رنج پیداش کردم، از توی روستاها آوردم، گفتم بابات مرده، بیا سر زندگی من و خواهرت باش، سرپرستی ما رو به عهده بگیر، باش اینجا. مادر هم فوت میکنه. صفورا یک بچه یتیمی بوده در خانواده کلفت بوده، حیدر هم در خانواده اربابی دیگری نوکر بوده. اینا به طریقی با هم آشنا میشن، به قول مادرش وقت دامایی حیدر رسیده بود دیگه، برای داماش میکیده. برای اینکه اینو پابند کنم تو خونه سر آروم بشه، گفته اینو دامادش کنم، بالاخره اینو ما بتونیم ببینیمش، چون اصلا آروم نمیشدیم. بعد میبرن آشناش میکنن با اون دختر رو، خواستگاری میکنن از اون صفورا، از اربابش در واقع صفورا رو خواستگاری میکنن و اینا طالب هم میشن و همدیگر رو میخوان. و بعد این اتفاق در 1332 میفته، 1332 یعنی حدود 30 سالگی یعنی. نوجوانی حیدر پر از هیجان‌های درونی و مملو از تلاطم و ناآرامی بوده است. احتمالاً در اواسط دومین دهه زندگی خود یک ماه معتاد به تریاک می شود. من یک روز تو خیابون را می رفتم، گذارم افتاد به دم دکه روزنامه فروشی، بعد دیدم ایده پشت سر هم واسادن به صفحه روزنامه نگاه میکنم و به عکسای روزنامه نگاه میکنم. بعد گفتم چی آقا اینجا چی نوشته، اینا چه عکسیه؟ گفتن که انسان تسلیم داره بره به کره ماه. به کره ماه؟ یکی فکر کردم، به خودم گفتم که ای داد بیداد، انسان میره به کره ماه ولی ما هنوز تریاک میکشیم. همونجا تصمیم گرفتم که تریاک رو ترک کنم و ترک کردم، دنبال سواد رو گرفتم. خواهم سروده‌ای به سرایم برای دوست، کو آن زبان که گفت تواند ثنای دوست. از دوست گفته اند سخنها بسی، ولی کو آن حکایتی که بود در سزای دوست. گوش دل از شنیدن هر بانگی هم کر است، از آن زمان که باز شنیدم صدای دوست. روزی هزار بار اگر تیغ برکشد، نامردم ار که سر بکشم از عطای دوست. صدها هزار خنجر من در جگر زند، خاری اگر کسی بنهد پیش پای دوست. گفتی وفای دوست چه باشد، برای من فرقی نمی کند ز وفا تا جفای دوست. یغما که از لحظه مرگ تو جان من، زیر لب است و منتظرم بر امای دوست. کسانی که من باهاشون گفتگو کردم در دوران‌های مختلف، همه معتقد بودن و میگفتن که یغما مرتب با خودش زمزمه میکرده. همه میگفتن اینو. خیلی عجیب وقتی یه نفر یه چیزی بگه، ولی ممکنه اشتباه بگه. این همه آدم اشتباه نمیکنن که، همه همینو میگن. این رو ما صحنه‌های زیادی در خونه هم شاهدش بودیم. ما خودمون که بچه بودیم، یغما مثلا
ظاهراً چیزهایی رو که میخواست به سرایه قبلش درون با مثل تکرار درونی داشت، این تکرار میکرد با خودش تا این پخته بشه بیاد بالا. اسناد و مدارکی که ما در دست داریم نشون میده که یغما در حدود 40 سالگی اولین سرایش های شعریش مکتوب میشه. خب ما در نزدیکی آرامگاه مرحوم یغمای نیشابوری متوجه شدیم که آرامگاه مرحوم صفورای ریوندی سعدآبادی، همسر مرحوم حیدر یغما، شاعر خشتمال نیشابوری موقعیت داره که در سال 1378 یعنی 1366 دوازده سال بعد از وفات مرحوم حیدر یغما ایشان وفات میکنن و آرامگاهشان درست در چند قدمی آرامگاه حیدر یغمای نیشابوری موقعیت داره. داستان صفورا هم برای ما داستانی است. زنی و مادری و چقدر زن صبور و به یاد ماندنی. گرچه که در قسمت سایه زندگی یغما صفورا زندگی میکرد و صحبت زیادی ازش نمیشه، ولی این زن در تمام لحظات یغما شدن یغما حضور داشت. حدود 7-8 ساله هم که بودم هنوز بابا خشمالی میکرد، یعنی تا 10 سالگی من حدود 1350 به احتمال قوی بین 1320 تا 25 شروع خشمالیشه، پایانش هم حدود 1350. به هر حال نخستین سروده ها در حدود 40 سالگی آغاز میشه تا به قول شما 1346 که اولین جزوه اشعار مذهبیش چاپ میکنه تحت عنوان اشعار عاشورا. دیگه بعد از 46 یواش 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 شعر مذهبی کم رنگ میشه، میره به سمت رباعی گفتن، رباعی سرایی. رباعیاتش به طور کلی از مذهب فاصله داره. اینا که من میگفتن آقا دیگه برای تو دیره، کی میخوای، برای کی میخوای، این حرف بوده. برای که من گذارم افتاد به جلسه قرائت قرآن، در عرض 3 سال شدم استاد قرائت، یعنی در نیشابور شدم اولین قرآن خون و شاگردان تربیت کردم که اونا بتونن باز به دیگران قرآن یاد بدن. افرادی که قرآن میخونن، اونایی که کنار دست تو سواد دارن بلدن، اونا با یه فلش کاغذی خط میبرن از روی کلمات. و تو که سواد نداری اون فلش رو دنبال میکنی، میبینی اون کلمات که اونا میخونن ایناست. یواش 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 چشمت به حروف آشنا میشه و یاد میگیری خوندن رو. به این شکل خوندن رو یاد میگرفتم. چه آتشیست مگر در درون فرمهنم، که جان خلق بسوزد سگرمی سخنم. چی شد که اون همه شوق گل و گلستون ها خرابه ها شده چون مرد شب گزین وطنم؟ بزرگ مجلس وعظم کجاست دستارم؟ امیر محفل علمم درید پیرهنم؟ رهنده چرخ به ویرانم و نمیگوید که من به بزم عذیبان امیر انجمنم. کنم زدار جهان میل برگذر یغما، ولی فسوس که پابند ریسمان تنم. ۱۳۵۰ یا ۵۲ یک خبرنگار تو تهران میشنوه این داستانو که شاعری پیدا شده و شعری قشنگی میگه و کارگر هم هست، بیسواد هم هست، خشمال و از این حرفا. میگه آه دزد گرفتیم. ما شما خبرنگار هم که میدونید آدم های منفی هم دیگه، بریم دزد بگیریم، بریم چشم در بیاریم. این میاد که دزد پیدا کنه. اومده بود اون مصاحبه رو من یادمه ایشون اومد انجام داد در نیشابور،
که به یغما گفته بود، حالا من مزامین حرفا اینا یادم نیست دیگه، بچه بودم، ولی یادمه که ایشون اومد مصاحبه کرد. ایشون اومده بود گفته بود که تو خلاصش کتابی چیزی پیدا کردی، زیر خاکی چیزی در آوردی از این که شعرار در میاره، اگه نه به تیپ و خلاصه چی میگن؟ به تریپ به تو امروزی ها میگن؟ به تریپ به تو نمیخوره شاعر باشی و اهل این حرفا باشی. بعد مقاله ای هم نوشته بود تو اطلاعات هفتگی اون زمان یه چیزی نوشته بود، خیلی یغما ناراحت شده. این دیگه زمانی بود که شعرهای نیشابور و شعرهای خراسان دیگه یغما رو یواش یواش میشناختن، تو جلسات ادبی رفت آمد میکرد، به شب شعر دعوتش میکردن، میرفت با شعرها میشست، میدیدن او چه استعدادی در اومده، عجب چیزیه این. موقعی که من میخوام شعر بگم حس میکنم که در وجودم یک ذره نوری پیدا میشه، نور مانندی پیدا میشه، این رفته رفته در وجودم بزرگ میشه، تمام بدنم فرا میگیره، عرق از سر صورتم سرازیر میشه. اون موقعی که دیگه من شروع میکنم به شعر گفتن، مطالعات ادبی شروع میکنه و قاعدتا از کار نان باز میمونه، یعنی دیگه خواهر من و مادر من جور معیشت خانواده رو میکشیدن و یغما دنبال مطالعه و افزایش بار معنوی و بار علمی خودش بوده تا برسه به اون شکوفایی ادبی. کمتر کار میکرده، کار میکرد، خشمالی میکرد، اما همینطور که گفتم خشمالی جواب معیشت رو نمیداد. من خواهرم قالیبافی میکرد، در سنی که دختر رو باید برم مدرسه این نبرم نمیرفت مدرسه، کمک معیشت خانواده بود. مادرم هم نخ قالیبافی باز میکرد. نمیدونم شما تو افغانستان چی بهش میگین؟ درسته که ما نداشتیم، در فقر زندگی میکردیم، ولی آدم بی نیازی بود، آدمی بی نیازی بود. بعد ما بچه بودیم، یک دونه کرسی داشتیم، پای کرسی میشستیم. بعد یه آقای از بیرون اومد با بابام، یک ساک همین قطعی دستش بود و اومد نشست و صحبت کرد، بابام صحبت کرد و گفت بچه‌م قالیبافی میکنه که اینجوری. بعد بابام بهش گفت که چیزه، گفت یغما خود چرا اینا رو انقدر اذیت میکنی؟ بیا اصلا میریم تهران. خود اعلیحضرت گفتن همینجا بیان، اینا باغ بهت میدن، خونه بهت میدن، بچه‌ها به راحتی زندگی کنن، چرا اینقدر اذیتشون میکنین؟ ما میریم صحبت میکنیم، یه هفته دیگه میگیم دنبال. بعد اون گفت باش. بعد که بنده خدا پاشد رفت پشت در که رسید اینو، حالا نمیدونم چه جواب به این داده بود، احتمالا جواب منفی به این داده بود، چون که وقتی که برگشت اومد یک چند شب از این جریان گذشت، من خیلی خوشحال بودم، من گفتم دیگه امروز فردا ما از شرایط راحت میشیم و فلان از این حرفا. بعد هی وقتی من همین با خودم گفتم امشب میاد، فردا شب میاد، امشب میاد، فردا میاد. بعد از بابام سوال کردم، گفتم که بابا پس کو آقایی که گفت میام دنبالتون اینا؟ بعد بابام محکم زد تو گوش من، گفت که اون میدونی چه از من میخواست؟ اون زندگی منو میخواست بخره. رباعیاتش رو که پیش فروش میکنه یادش میدن، اونایی که اهل فرهنگ بودن یادش میدن تو بیا قرض چاپ کن، قبضاتو بفروش، بعد هر وقت کتاب خرج کتاب در میاد بعد کتاب تو چاپ کن، این قبضا رو ازشون بگی کتاب بهشون بده. پیش فروش بیشتر کتابای یغما رو همون اطراف ما پخش میکردی، میدفعی و دست یا آخوندی و خلاصی میخونه و از یه حرف به او حرف مره، میخونه و میگه اوه 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 این روایات کفرآمیز مالی کیه؟ خلاصه یغما رو تکفیر میکنن، فتوا میدن که ایشون همسرش در خانهش حرامه و خودش هم مهدور و دمه. یکی دو نفر بهش اطلاع میدن کجایی تو؟ یک کاری بکن، بعد پس فردا میان آتیشت میزنن، خودت میدونی این کتاب متابات هم یک کاری بکن، برو یه جوری جمع کن قضیه رو. میگه چیکار کنیم؟ دو تا آخونده روشنفکر پیدا میکنیم چیکار کنیم؟ اینا میگن بیا بریم. روگو غلط کردن، این حرفو از روح شیطانی من بیرون اومده، کتابا رو همه رو جمع کن از افراد ببر تو حوزه علمیه جلو، خودشون همه رو بسوزون.
بله میره تک تک کتاب ها رو دوباره قبضه رو بهشون پس میده، کتاب ها رو میگیره و حتی بعدن بعد از این ماجراها که این بدهکار بوده به کسانی که کتاب داده بوده دیگه، میره پولا رو میده بهشون، میگه این از پول کارگریم، پول اینا رو میده، همه رو تصفیه میکنه پولاشونو. بعد میگه نوع مورد علاقه رو پیدا کردم، فهمیدم باید برم دیگه دنبال غزل. یعنی از این کار رباعی کلن کناره میگیره، ما بعد از 1350 دیگه رباعی از یغما نداریم، غزل داریم. حسین باید میگیدم که هنوز قالب شعر ما پیدا نکردم که غزل را شروع کرد. شروع کردم به غزل سرایی که دیگه شروع شد اون الهام های شعره و اون محشر های درونی، اون صداهای درونی که من خودم نمیشترم اونها را. پدرم برای من شعر خاصی را گفتن، سرودن، که یادمه که وقتی گاهی پدرم اینو میخوند، خودش مثل همیشه که شعر احساسیش رو میخوند برامون، عشق میریخت. و حالا کل شعر رو که تو ذهنم نیست، ولی حالا یه دو بیتش رو براتون میخونم. لای لای ای کودک شیرین مقالم، لای لای ای که از دل میبری زنگ ملالم، لای 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 ای میوه عشق جوانی های من، با نگار مهوش نیکو خصالم، لای لای و الهی. در یغما با دوچرخه می رفت سر کارش. گاهی اوقات این عبور با پیاده رفتن دختر نوجوان همسایه که به مدرسه می رفت یکی می شد. شعر نهنگ موج عشقم در گل ساحل نمی گنجم، شنا باید در اقیان و سمن در دل نمی گنجم، یکی از اونهایی بود که توی راه با آقای یغما روی ترک دوچرخه یا پیاده خونده می شد و بررسی می شد. و موقعی که شاعرها می اومدن خونه حیدر یغما می نشستن که حالا از نوجوان، جوان، پیر که شعرشون رو بخونن، آقای حیدر یغما می رفت در خونه همسایه، دختر نوجوان رو می گفت بیا این شعر من رو بخون. و من با خجالت و یه خورده هم نابلدی بیشتر از هیجان رفتم و شعر رو می خوندم. از نظر خانوادگی نه تنها یغما بلکه هیچ هنرمند دیگری پدر خوبی نبوده به طور کلی. چون اینجوری فکر میکنه؟ چون باید تمام انرژی فکری و روانی و ذهنی و اجتماعیشو بذاره برای هنر. منظور حالا اینکه کسی که اینقدر گرفتاره نمیتونه به خانوادش رسیدگی کنه. الان اگه خواهر بزرگ منو بیاریم بنشونیم، ایشون سالهاست دچار بیماری روانیه، بیماری افسردگیه، به خاطر رنج‌های فراوانی که در کودکی کشیده. در 7 سالگی به قول خودش میگه برای من روپوش مدرسه خریده بودن، منو بفرستن مدرسه، ولی بابام گفت نه بری مدرسه، تو باید کار کنی. خب یغما حالا از نظر فکری و اجتماعی که یه آدم روستایی بود دیگه، بالاخره یه آدم کاملا سنتی مرد سالار بود. خب طبیعیه دیگه، یه آدم از روستا اومده، خیلی هم سواد نداره، ابتدای زندگیش هم هست، تازه هم از دنیای اعتیاد در اومده، هیچی از دنیا نمیدونه. خب یه آدم کاملا آدم عامیه دیگه، آدم عامی نگاهش به زندگی خانوادگی امینه، همه باید کار کنن، من برم عشق ما بکنم، صفا ما بکنم، تمام. طبیعیه این تو اون شرایط. و هر چقدر یغما پخته تر میشه، پخته تر میشه، گذر زمان بر او اتفاق میفته، مطالعاتش عمیق‌تر میشه، اخلاق و رویه خانوادگی و اجتماعیش هم تعدیل میشه، میاد بالا، روشن فکر میشه. وقتی بزرگسال شده بود خواهر من،
دیگه یغما با پشیمانی از اون دوره قدیم زهرا رو میفرسته به اکابر، یعنی به کلاس شبانه بزرگسالان میفرسته که او سواد یاد بگیره. معذرت خواهی میکنه، ببخشی که بر تو ستم کردم، ببخشی که بر تو سخت گرفتم. به هر حال اون زمان زمان ناچاری بود، باید این کاری میکردیم. ما آره از من هم معذرت خواهی میکرد. آره مثلا تو همون این من یاد یه خاطره تلخه. من یادم کلاس اول دبستان خیلی برف و بارون شدیدی باریده بود و از کردم خدمتون ما هم توی اتاق اجاره‌ای زندگی میکردیم. بعد من کفش نداشتم، یک کفش جیری داشتم داره خارش بود، خارش بوده بود وقت پوشیدی که آب پر برف و آب پوشید کنم بچه شیش هفت داده سرمون رو پره دیگه برف هم از زمین و آسمون میبارید. من باید میرفتم مدرسه، مدرسه ما هم 2-3 کیلومتر فاصله داشت. یه من رفتم پیاده و زور که برمیگشتم برف شدید بود، خیلی از سرم و یخ زده بودم، تمام پاهم هم پر آب و برف و گل و فلان و آسفالت هم گلم بود مثل حالا دیگه. یه کارمند بانک بود همسایه ما بود، این منو میشناخت، تو مسیر که منو دید که چه حیدری بیتونم بیا بیا سوار رو ببرم دول فرد بیا سر ما مخلی منو سوار موتور کرد آورد در خونه، در خونه که ما مستعجر بودیم بابام در رو کرد تحویل بابام دادم. بعد بابامو دعوا کرد، سرزنش کرد، تو خجالت نمیشه من که به چره ایجور مفرستیش به مدرسه کاوش براش وستم. این تشکر کرد از اون مرد رو. بعد دیگه اون رفت، اون رفت بابا من بغل مثلی پسرم عیب نداره برای کفش میخواید اشکال نه. با دستش، دستاش اینقدر چغر بود و اینقدر زبر بود که منو با دست کیسه میکرد. همه بدون استثنا اینو میگم، یغما مهربان، دوست داشتنی، گرم، خوش اخلاق، به هیچ کس عتاب نمیکرد. هدف سنگ ملامت من اما او این تنم زن که تسکین دل زمره عشاق من خود نک سروت آشفته ای داشت زنگ نبود آشفته بود بود بایدش بچه ها جوان رو مسخرش بگردن سنگ میزدن بودش. بعد میگه که هدف سنگ ملامت من اما او این تنم زن که تسکین دل زمره عشاق منم. یا یه جایی میگه که سنگ باعث تشویق یغما سنگ دست خلق تا فرو دارد به فرقم باز نادانی کجاست. باز بزنه، بازم بزنه، من خوب رشد میکنم توی سنگا. این آدم یه اندیشه های بلند انسانی داره ولی زندگی واقعیش هم اینه دیگه. بعد جریان درگذشتشون به خاطر همین بی احتیاطی ها هر غذایی رو میخورد، هر چیزی میخورد، رعایت نمیکرد، چاق بود، شکمش بزرگ شده بود. این اواخر دیگه چون توانایی کار بیاد پایین دیگه تو سن 60 سالگی ما بهش میگفتیم شما دیگه فعالیتت کم شده، دیگه چیزای آب گوشت و چیزای پرچربی و اینا نخور. یه دکتر کیانی هم بود متخصص قلب، اینجا یه بارم بهش گفته بود، رفیقش شده بود بهش گفته بود آقای یغما شما چربی نمید باخری. اون شب ظاهرا مادر دیگه خونه همشیرم میخوابه که دیوار به دیوار ما بود و ایشون تنها بود. اون شب آب ظاهرا فله میخوره، نمیدونم شما افغانی ها چی بهش میگین، آغاز گوسفند بله شیر اولی فله هم سنگین چرب. شب فله میخوره و میخوابه تو پله کرسی به قول ما. و صبح مادر به اعتبار اینکه هر روز میاد اینو صدا میزنه پاشو هی در وقت بره سر کارت
صبح که میاد این صدا بزنه جواب نمیده. حیدر وقت سرکار دیر مره نه از حیدر خبری نیست. آف پس بزنه میدیم. ما از تو خیابون اصلی دارایی که رد میشدیم انقدر راه بندون بود تعجب کردم، گفتم چرا انقدر جمعیت جمع شده. من بچه بودم زیاد نمیفهمیدم. یکی از اینایی که همسفرمون بود یاده بشیم اینجا رو نمیتونی بریم چون راه رو بستن، فلک ایران بسته شده بود به خاطر که مردم اومده بودن بیرون، اداره ها تعطیل کرده بودن، بانکی ها خیابونا رو بسته بودن. بسته بودن یعنی که مردم انقدر تجمع کرده بودن که دیگه نه ماشینی میتونست رفت آمد کنه. اگر بانکی بود سر میدون انقلاب فلک ایران الان بود، اون در اومده بود و نگاه میکردن و خیلی چیزا میدیدم. مثلا از جمله این که یک خانم جوان رو دیدم که به یک درخت تکیه داده بود و زار میزد، گریه میکرد و اشکاش رو اصلا پنهان نمیکرد. همه انگار هم درد بودیم. من بچه یه چند ساله‌ای بودم، یهو به خودم اومدم دیدم ما خیلی وقتی داریم گریه میکنیم به پدیم، اصلا جلو پامون رو نمیدیدیم، فقط میدیدیم چقدر جمعیت واسه بدیم. بعد از مرگش همون که خودش میگفت شروع به شناختن یغما کردن. من فکر میکنم که زندگی یغما زندگیش یک داستانه، بعد مرگش هم زندگی واقعیش شروع میشه. شاید خوب بود که حیدر یغما این حرف رو زد. چه خوب میدونست، چه خوب حس کرده بود که گفت یغما بمیر تا به شناست زمان تو را، زیرا صدف ز بعد شکستن گوهر دارد. یه فرهنگی رو مبلغش بود این که به دیگران احترام بذارین. میدونی من فکر میکنم یغما بسیار زندگی اخلاق مداری داشت، چیزی که امروز جامعه ما خیلی تشنه است. یه وجه انحصاری داره یغما تو زندگیش و شعرش که اون رو خیلی مشخص میکنه، بارز میکنه، و اون اینه که یغما زندگیش عین شعرش بود، شعرش عین زندگیش بود. شما اگر یغما میگه که پیراهن را در بدن هر لحظه آتش میزنم، گر بریزد گرد و خاک فقر از دامان من، اگه من این لباس فقیران رو نداشته باشم کل وجودم آتش میزنم، نمیخوام. دوستانه که قصد عزیمت به آرامگاه یغمای نیشابوری رو دارن، ببینید اینجا محله مشهور شادیاخ هست که از محله های خیلی قدیمی شهر نیشابور هست و این بلواری که در واقع این طرف میبینین، بلوار به نام بلوار عرفان هست که خب در سالهای اخیر نامگذاری شده. در همین فلکه یا احتمالاً پنجراه هم آرامگاه عطار در همین محله اونجا، اگر شما ببینین هم آرامگاه عطار هم آرامگاه کمال الملک، مجموعه باستانی شادیاخ، آرامگاه مشاهیر مختلفی، این طرف آرامگاه خیام امامزاد محروق، آرامگاه یغمای نیشابوری، در همه در همین منطقه شادیاخ موقعیت داره. این مجسمه بزرگی که در منطقه در واقع شادیاخ بنا شده، پشت سر مجسمه رو که نگاه بکنین
اگه بتونم زوم بکنم که اون آرامگاه، آرامگاه یغمای نیشابوری هست. هر که را میبینه فردوسی بسیار مرد بزرگی بوده. آقا وقت چه دارین؟ چند کلمه درباره فردوسی. من دلم میخواسته که با وجودی که سرکار هستم یک مطالبی به فکرم رسیده راجع به فردوسی، چون من خودم اهل مطالعه ام و شاعرم. یغما نمونه تمام عیار برای بیان این اصل است که شاعری نه احاطه بر ادبیات قدیم و جدید می‌خواهد، نه اشراف بر قواعد و وزن و قافیه و بدی و بیان، و نه آشنایی با مدرنیزم و پست مدرنیزم. مثلا در بعضی نوشته ها نوشتن که یعنی کلیتاً نه خیال فعال، نه زبان مستقل و نه هیچ چیز دیگری از این دست. جانی آزاده می‌خواهد و طبعی وارسته که یغما با خود داشت. با مطالعه اشعار یغما اولین چیزی که دستگیر می‌شود جان جنونمند و روح سرکش شاعر است که در عین تنگدستی و درست در جایی که می‌بایست در برابر فرادستان سرخم کند، خود را از همه برتر می‌داند و به خیشتن خود مینازد. بزرگترین پیام یغما شاعرانگی است. توجه به مال و پول و چند بگیره کسی که میخواد زبان پارسی این که اگر انسان شاعر زاده شده باشد هیچ چیز و هیچ کس مانع او و شعرش نخواهد. از این بوم و زنده یک تنباد پول برای او معنا نداره.